سلام به دوستان عزیز. بعد از یه مدت طولانی یه ویدیو جدید براتون میذارم. اینم یکی از دیدنی های هلنده که شما میتونین تو برنامه سفرتون بنویسین. یه جایی به اسم زانس شانس اسمشو نوشتم قبلا. اینو میتونین شما تو برنامه سفرتون بنویسین. جای دیدنی، تمام توریستا رو با اتوبوس میارن اینجا از هر کجای دنیا که میان. اینا فقط برای آسیاب نیست، آسیابای بادی ما میگفتیم، فقط آسیاب آرد و گندم و اینا نیست، آسیابای مختلفی هست با باد کار میکنه که در طول این گشت و گذار براتون توضیح میدم که هر آسیا برای چه چیزی هست. اینم پنیر هلندی، اینجا پنیر درست میکنن تو این مغازه پوری بادن. اکثر این آسیابای بادی کنار دریا هستن، چون هر چیز که اینا تهیه میکردن از طرف دریا با کشتی حمل و نقل میکردن. اینه که برای حمل و نقل آسونتر کنار رودخونه ها اینا رو میساختن که براشون راحت باشه دیگه، هزینه اضافه ندن. In Vienna,
Ναι, δεν είναι το κεφάλι. بله، این آقا اردک هم اومد اینجا برای بازدید که من دارم تعقیبش میکنم، این داره در میره. اینم یکی از اون آسیابای بادی، معروف به آسیاب بادیه دیگه، آسیابای بادی هست که برای اره کردن استفاده میکنن، چرخش پرها رو به صورت بالا پایین از اره استفاده میکنن. اینم یه دونه دیگه است که گچهای کلوخی رو از معدن میارن اینجا، این آسیاب میکنه، به صورت پودر در میاره، هم برای زمینای فوتبال میفروشن، هم این که گچ درست میکنن برای نوشتن تو مدارس، البته الان که دیگه نیست از این گچ ها تو مدارس. ببینین تمام چرخ دنده ها رو اون زمان با چوب درست کردن، با چوب چرخ دنده درست کردن که هر جور که دلشون میخواد اون گردش بادو در کنترل داشته باشن. اینا هم خونه های قدیمی هلند که الان بعضیاشون مسکونی هستن ولی اکثرشون فروشگاه شدن. البته اونایی هم که مسکونی هستن اون خریدار اجازه نداره دست به ترکیبش بزنه، این به صورت آثار باستانی باید نگه داشته باشه، داخلش رو هرچی میخواد بکنه بکنه ولی بیرونش باید به همین شکل بمونه، میتونه اجازه داره اونجا زندگی کنه ولی بیرونش رو دست نباید بزنه. دوستان لایک یادتون نره، ما رو تشویق کنین که بیشتر ویدیو بسازیم و امیدوارم یه روزی شما هم از اینجا دیدن کنین و لذت ببرین. تا ویدیوی بعد همه شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.